بینندگان عزیز، با درود بی پایان به فرایدی نایت شو خوش آمدید. با عرض سلام و شب بخیر، از دیدن مجددتون خوشحالیم. خیلی خوش آمدید به برنامه این هفته. برای اولین بار افتخار داریم یک تیزر، یک برنامه‌ای رو که در آینده نزدیک خواهیم داشت به شما عزیزان معرفی کنیم، جشنواره فیلم سپاس. بله خانم آقایان، بعد از 30 خورده‌ای سال دوباره جشنواره فیلم سپاس از شبکه جهانی تیوی پرژیاوان این برنامه پخش خواهد شد که افتخار بزرگی برای ما که یک کارگردان بزرگ ایرانی در امریکا آقای سعید خوزه و در این برنامه آقای بهروز وسوقی و خانم شهره آقداشلو جزو هیئت جوری خواهند بود و تمام عزیزان در داخل و خارج از کشور، همه کارگردان‌ها، فیلمسازها میتونن در این جشنواره بزرگ شرکت کنند. وارش، حتما میدونی که جشنواره سپاس قدمتش اندازه جشنواره بزرگ فیلم کانه. دقیقا میخواستم به همینجا برگردم. منم این آگهی رو دیدم و واقعا لذت بردم از دیدن تصویر آقای بهروز فسوقی. بدنم مورمور شد و راست رو بخواهی نمیدونستم، واقعا یه بغضی هم حتی تو گلوم گیر کرده بود. اما خانم شهره آقداشلو وقتی برگشتن گفتن که بعد از این همه سال دوباره جشنواره فیلم سپاس، راستش رو بخواهیم به سن من قد نمیده و من میخواستم شما لطفا برم توضیح بدید. والا به منم نمیده، ولی حقیقتش رو که بخواین میدونم، یعنی گذشتش رو دیدم چی بوده و سپاس یک جشنواره بزرگ ایرانی بوده در اون زمان. یعنی چه زمانی حدودا؟ یعنی قبل از انقلاب. قبل از انقلاب، یعنی بعد قدمتش با کان تقریبا یکی. کان 46 سال پیش افتتاح شده، جشنواره بزرگ فیلم کان که در دنیا معروفه در فرانسه، و 44 سال پیش برای اولین بار جشنواره سپاس متولد شده و این جشنواره رو با لایو کمپانی بزرگی که یک ایرانی بالاش، یک کارگردان موفق ایرانی با همکاری تیوی پرژیاوان این برنامه رو ما ارائه خواهیم داد. ولی اجازه بده که هموطنانمون هم که دارن این برنامه رو میبینن ببینن داریم راجع به چی صحبت میکنیم. خانم آقایان، برای اولین بار پخش تیزر فستیوال بزرگ سپاس از شبکه خودتون تیوی پرژیاوان. شما ببینیم، من بازم سوال دارم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، پلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. خاطرتون باشه هزار سال پیش که نه، همین 30 سال پیش، چند سال قبل از انقلاب، در ایران یک فستیوال سینمایی داشتیم به اسم فستیوال سینمایی سپاس که از هنرمندان درجه یک ایرانی در سینما قدردانی میکرد. حالا بعد از هزار سال که نه، و کسی رو اندی سال، دوباره این فستیوال به راه میفته با همکاری دست اندرکاران، بزرگان سینمای ایران، هنرمندان اصیل سینمای ایران که اصلا به سینمای ایران شکل و شخصیت بخشیدن، در اون همکاری خواهند داشت. من خیلی امیدوارم که بتونم این راه بیام و با شما باشم و در این فستیوال شرکت بکنم، حتی اگر که لازم باشه 24 ساعت پرواز بکنم و به شما در اون بر دنیا برسم و این فستیوال رو با هم دیگه ببینیم و شاهدش باشیم. چرا؟ برای اینکه اعتقاد دارم آسوده چو پرگار بر کنار می شدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. به امید دیدار. من از همه جوان های تقاضا میکنم که فیلماشون رو بفرستن هرچی زودتر به این فستیوال و ما هیئت جوریمون آماده هستن که این فیلم‌ها رو ببینن و از میان اونها انتخاب بکنن و امیدوارم که این فستیوال برای همیشه باقی بمونه، چه حتی اگر من زنده بودم یا نبودم این فستیوال ادامه داشته باشه و مرتب جوان‌ها رو تشویق بکنه به ساختن کارهای خیلی خوب. ابر با بارش خود را به اثبات می‌رساند و انسان با اندیشه، و اندیشه در قالب تصویر به بالاترین سطح تجلی نمایان می شود. تجربه دیدن یک فیلم خوب حسی غیر قابل توصیف است که شاید همه ما در زندگی تجربه کردیم.
جشنواره فیلم سپاس محل تلاقی هنرمندان و مردم می باشد. از شما دعوت می کنیم در کنار ما باشید. فستیوال به وجود آوردیم که این فیلم ها بیاد و جوایز خودشو بگیره و مطرح بشه و به این طریق مردم دنیا هم میفهمن که فستیوالی که ما به وجود آوردیم فستیوال دیدنیه و همه دنیا فیلماشونو میفرستن. اون وقت رقابت قشنگی بین فیلم‌های مملکت ما و فیلم‌های خارجی میشه و فیلمسازای ما جای خودشونو پیدا میکنن در دنیا. سلام، مسیح هزار هستم، طراح لباس. در فیلم فستیوال سپاس همکاری میکنم به امید دیدار. تاریخ تکرار می شود. جشنواره فیلم سپاس. برای سپاس از هنرمندان تکرار نشدنی ایران زمین. به زودی از شبکه خودتون تیوی پرژیابان. این تصاویر رو که آدم می بینه واقعا همین طوری که تو گفتی احساس جالبی به آدم دست می ده. بهروز وثوقی یک اسطوره است، یک لجند، یک هنرمند بی همتاست. به نظر من هنرمندی که کوچیک و بزرگ سه نسل باهاش واقعا زندگی کردن. فیلم‌های قدیمیشو که الان می‌بینیم، حالا فرق نمی‌کنه کدوم فیلم، هنوزم که هنوز یک لذت خاصی درش می‌بینم. واقعا بی‌نظیر. من خانم شهراغ داشت رو وقتی صحبت می‌کنن، وقتی اون گویشی که دارن، اصلا واقعا امیدوارم که زودتر ببینیمش. امیدوارم که زودتر بیان اینجا. امیدوارم که زودتر این فستیوال کان هم که من گفتم، کان با آلمانی میگن، در واقع همون کنس که انگلیسیشه که در فرانسه است. و این جشنواره، این جشنواره بزرگ سپاس به زودی در تیوی پرژیابان پخش خواهد شد. برای اولین بار در آلمان خواهد بود و هر سال با همکاری با این کمپانی خیلی بزرگ که در امریکا هست، ما این برنامه رو اجرا خواهیم کرد. میگم سال آینده چه سالیه برای ما. تیوی پرژیابان هم پرژن میوزیک آوارد داریم، جشنواره بزرگ موسیقی که بیش از 30 هنرمند برای اولین بار در کنار هم ظاهر میشن و جایزه میگیرن، قدردانی ازشون میشه. در تاریخ 28 آپریل خواهد بود، تقریبا سال 2012، 4 ماه دیگه فبرین. میشه اردیبهشت. همین فروردین اردیبهشتی که داره میاد. و بعد برنامه سپاس. در صد خوشحالیم، فعال داریم دنبال یک کارهای جدید خوب هستیم و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرم. برگردیم به سپاس. آقای سعید خوزه از کجا؟ ایشون هم خیلی جوان بودن. ایشون هم مربوط به سپاس قبلی نمی‌دونن؟ خیر، ایشون یک جوان ایرانیه، کارگردان خیلی قوی موفق در امریکا هستن. فیلم‌های خیلی بزرگی رو تو کارش دست داشتن، انجام دادن و ایده ایشونه، باید احترام بگذاریم. سپاس ثبت شده به اسم ایشون. ایشون شبکه پرژیابان رو به عنوان برای همکاری به عنوان یک مدیا، یک رسانه انتخاب کردن که یه جوری افتخار میکنیم ما. شاید یکی از دلایلی که انتخاب کردن ما رو، اسم شرکتشون هست ایندیپندنت، یعنی مستقل، وابسته به هیچ کس و هیچ گروهی نیست. و واقعا اینم جزو افتخار این شبکه است که هممون بهش افتخار میکنیم که ما وابسته به هیچ سازمان و گروه و دسته نیستیم، خودمونیم، بلکه خودمونیم. و به اینکه خودمونیم و پشتمونم کسی نیست، خودمونیم، یه جوری افتخار میکنیم. درسته؟ بله درسته. در صد راجب سپاس هفته های دیگه صحبت خواهیم کرد. یک برنامه خواهیم داشت تحت این عنوان که بهزاد عزیز همکار خوبمون اجرا خواهند کرد. فیلم هایی رو که عزیزان از ایران میفرستن، ما در برنامه مخصوص سپاس به معرض نمایش خواهیم گذاشت. بعد آقای بهروز وثوقی و خانم شهره یاغداشت این فیلم ها رو خواهند دید، انتخاب میکنن و بعضی از این فیلم ها کارگردانشون، بازیگرشون به این جشنواره، جشنواره بزرگ سپاس راه پیدا خواهند کرد. در این جشنواره به سوی همگان بازه، یعنی هر هنرمندی در هر جای دنیا فقط کافیه فارسی زبان باشه، ایرانی باشه، میتونه شرکت بکنه. خب بریم یک بحث دیگه. این هفته که بحث داغی بود در تمام کشورهای دنیا و اونم اینه که
130 ساله که هوا در کل دنیا داره ثبت میشه، یعنی علم هواشناسی هست. جو و اندازه‌گیری هوا ثبتش از 130 سال تا به حال بوده. جالبه که بتونیم بینندگان عزیز، از 130 سال پیش تا به امروز هیچ ماهی مثل این ماه که ما ماه نوامبر هستیم نداشتیم که به این صورت هوا در اروپا گرم باشه. در این قسمت از برنامه میخواییم به عزیزانی که تماسای زیادی با ما میگیرن برای فستیوال سپاس که به زودی بگم دوباره با من این آقایی هست برگزارش خواهیم کرد، گفتم شاید اینجا یه توضیح کوچولو بدیم. آقای بهروز وثوقی، خانم شوره یادداشت و هیئت ژوری اولین فستیوال سپاس هستن که این در آلمان انجام میشه، در فکر میگم یا دهم یا یازدهم فروردین خواهد بود. دوستان عزیزی با ما تماس گرفتن، لطف کنید آثار خودتون رو sepas@persiavan.tv برای ما بفرستید، یعنی تماس بگیرید بهتون بگیم چه امکاناتی دارین. در صورت زمان محدودی در نظر گرفتیم برای فرستادن فیلم ها، بعد این فیلم ها رو آقای بهروز وثوقی خانم آقاشو خواهند دید، چند تاشون بالا میان و در قسمت پایانی حتی شما عزیزان هم نقش دارین، انتخاب میکنین فیلم ها رو، با ما همکاری میکنین که با هم بتونیم اولین فستیوال بزرگ ایرانی رو بعد از 30 سال اجرا کنیم. قیافه آقای بهروز وثوقی رو که میبینم لذت میبرم واقعا، چون آدم دیروز رو که میبینه با امروز، این هنرپیشه یه واقعا استثنایی که الان موهاش هم سفید شده، ریشش سفید شده، یک ابهت خاصی داره. فیلم‌های خیلی قشنگی بازی کرده، سینمای ما واقعا مدیونشه، در اون زمان کارهای قشنگی کرده، الان کار قشنگی کرده، یک فیلم ایشون درست کردن، این فیلم هم پرواز را به خاطر بسپار، که این فیلم در ایام نوروز در هر جای دنیا که هستید خارج از ایران در سینما ها میتونین برین ببینین. این فیلم هم به وسیله ما به بازار ارائه میشه. عزیزانی که میخوانین برنامه رو بگذارن در شهر خودشون، در کشور خودشون، شما میتونین با ما تماس بگیرین. در صورت سالی فعالیت های هنری زیاد و شلوغی برای خودمون درست کردیم، داریم به پیشواز یک سالی پر کار میریم در شبکه جهانی پرشیابان. ما از کار بعد اون نمیاد. به قسمت آخر برنامه رسیدیم، قسمت مورد علاقه شما، یه چیز بامزه میتونم پیدا کردی. خدافظی میکنیم و میریم با هم. این چیه این دفعه؟ حیوان هفته. حیوان این هفته با امید این که از برنامه این هفته لذت برده باشید، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم. سالم و سرحال سلامت باشید. خدا نگهدار.